سلام بچه های گلم، امروز میخوام فاکتوریل رو بهتون معرفی کنم که در ریاضی هشتم. ببینید وقتی ما میگیم 5 فاکتوریل یعنی 5 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1. وقتی میگیم 4 فاکتوریل یعنی 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1. پس وقتی میگم 6 فاکتوریل یعنی 6 ضرب در 5 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1. اینو داشته باشیم. حالا با توجه به این مثال نگاه کنیم، با این نمونه‌هایی که گفتیم، فرض کنیم اگر به ما داده باشن 5 فاکتوریل بر روی 4 فاکتوریل، من چی میتونم بنویسم؟ بنویسم 5 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1 و به جای 4 فاکتوریل 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1. پس میتونم این 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1 رو با این بزنم، این پایین فقط بمونه 1 و جواب من بشه چند؟ 5. این یاد گرفتیم. حالا با توجه به این مطالبی که توضیح دادم میخوام این سوال رو براتون حل کنم. ببینید ما به جای 5 فاکتوریل و اینجا دارم 4 فاکتوریل، در واقع به جای 5 فاکتوریل میزنم 5 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1 دیگه، که همون 4 فاکتوریل میشه. پس من میتونم اینو خط بزنم و از اینجا فقط یه 5 باقی بمونه و همچنین از این 8 فاکتوریل خط بزنم با این 7 فاکتوریل، این بشه 1 و اینجا فقط 8 باقی بمونه. پس سوال من الان اینجوری شد: 5 ضرب در 6 فاکتوریل ضرب در 1 که نمی نویسم تقسیم بر 8، درست شد؟ این فقط شد اون 8. حالا 6 فاکتوریل یعنی چی؟ 5 رو می نویسم 6 ضرب در 5 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1 بر روی 8. دقت کنید اینجا به راحتی میتونم بگم 4 تا 2 تا میشه چند تا؟ 8 تا، که با این ساده میشه. پس بالامون 5 ضرب در 6 ضرب در 5 ضرب در 3 که اگر ضرب کنیم 5 5 تا 25 تا ضرب در 650 ضرب در 3، جواب آخرمون خواهد شد 450.